سلام سلام سلام. هی اینا که رباتن. پاسخ مثبت. نه تنها این، بلکه مجری های برنامه تلویزیونی در آینده شوخی های اونا درست برخلاف ما میتونه به صورت تصادفی تولید بشه، درسته بچه ها؟ چرا مرغ رفت اونور خیابون؟ نمیدونم مرغ چرا رفت اونور خیابون. چمنزن. خیلی خنده دار بود. نه به نظر من که خیلی هم بیمزه بود. خنده دار بود چون غیر منتظره بود. پس این که میگن خنده دار بود چون واقعیته چی شد؟ دوتا میشه چهارتا. یه واقعیته ولی خنده دار نیست، مگه نه بچه ها؟ سوال اینه دوتا چندتا میشه؟ نمیدونم دوتا میشه چندتا. چمنزن. این یکی دیگه خنده دار بود. راستش خیلی هم بیمزه است. برنامه خودمون که خیلی بهتره. تازه من کار خودم هم خیلی دوست دارم. نمیخوام چند تا ربات کارم رو ازم بگیرن. تو نمیتونی باره پیشرفت بشی. این کارگری سبزیجات علیه ربات ها و ربات ها از ما خیلی قوی ترن. اونا قوی ترن؟ آره. تازه اگه فکر میکنی که بچه ها از ما چیزای زیادی یاد بگیرن، سب کن تا ببینی چه درسایی از نباشه های اوتوماتیک یاد بگیرن. آقای لات. سلام. من دیجی کدو در آینده هستم. خودمو به ربات تبدیل کردم تا تو آینده بیکار نمونم، آخه زندگی خرج داره. گردونه سبزیجاتو به گردش نمیاریم و تعداد زیادی از کوپا با هم مخلوط میشن. گردونه سبزیجات یک خواننده رو به صورت تصادفی انتخاب میکنه و توپ ها موضوع سبب آواز رو تعیین میکنن. خیلی خوب دیجی کدو، چرخو به چرخونش برو بریم. کردم گفتی آینده موسیقی مت نداره. آره گفتم تا تو رو غافلگیر کنم و همینه که باوازش میکنه. ولی با حضور فوق‌العاده جذاب و پرقدرت واحدهای هوش مصنوعی، هوشمند و زکالوس و با اجرای دیجی متخصص آقای کدو تنبل در خدمت هم. آینده واسه کوتاه کردن موهاش کجا میره؟ نمیدونم گوسفند واسه کوتاه کردن موهاش کجا میره. بعدش آقاه گفت چی داری میگی؟ این که سگ من نیست. لطفا خواننده رو تشویق کنید بیاد روی صحنه.